سلام به همگی، من اسماعیل فلاحتی هستم. طبق شناسنامه، طبق کشوری که توش زندگی میکردم، مسلمان زاده بودم. خب کودکان، بچه ها وقتی به دنیا میان مدرسه شون با تعالیم اسلامی هست. از 15 سالگی 4 سوال ذهن من رو شب و روز به خودش مشغول میکرد و این باعث شد که من راه های خیلی عجیب غریبی رو برم. این 4 سوال این سوالا بودن: من برای چی آفریده شدم؟ هدف از آفرینش من چی بوده؟ چون من یک خدایی رو قبول داشتم که باورم برای این بود که من رو برای یک هدفی آفریده. و دوم این که چرا انقدر مشکلات وجود داره؟ چرا انقدر سختی ها وجود داره؟ چون هر چقدر از دوره کودکی، جوانی، نوجوانی فاصله می گرفتم، بزرگتر می شدم، خب فهم من از جهانبینی یا دور اطرافیانم بیشتر می شد، پس مشکلات رو بیشتر درک می کردم. پس برام سوال این بود که چرا انقدر سختی و مشکل وجود داره؟ و سومین سوالم، چالشم در دوران نوجوانی این بود که راه حل این همه درد و مرض و سختی و مشکل چیه؟ و چهارمین سوالم که خیلی من رو درگیر میکرد این که وقتی من بمیرم کجا خواهم بود؟ این 4 سوال در دوران نوجوانی مسیر زندگی من رو شکل داد. یعنی من جواب این سوالا رو پیدا نکردم. هرچی فکر کردم، هرچی تحقیق کردم، فقط میدونستم که اون خدایی که من قبول دارم این خدایی نیستش که مردم به این طور دارن زندگی میکنن. از نظر من در اون زمان قبل از اینکه نجات بیابم، اینکه چقدر بیهوده است آدم‌ها به دنیا میان، با سختی و درد و رنج زندگی میکنن، بعد میمیرن، بعد بر طبق باور اسلامی یا باورهای مذهبی اینکه خداوندی هستش که انسان‌ها رو مجازات میکنه. و این خیلی برام مسخره بود، خیلی برام بیهوده بود. برای همون دنبال این هدف بودم که خدا من رو آفریده برای اینکه به طور خاص زندگی کنم، متفاوت. من هر راهی رو که امتحان میکردم تهش بنبست بود، یعنی لذتی دیگه ای نداشت. هدفی که انتخاب میکردم، هدفهای زیادی رو انتخاب کردم تا زندگی متفاوت از دیگران باشه. رفتم توی تولید مثل گیاه کاکتوس و بعد از اون رفتم توی عتیقجات، بعد از اون رفتم توی هدف ورزش کردن، پرورش اندام. و متاسفانه به خاطر مصرف بیرویه پروتئین و داروهای بدنسازی من سکته کبدی زدم. هر جای بدن انسان که مویرگ خونی یا عصبی رد شده قابل سکته زدن هست، لخته شدن خون هست. و کبد من هم به خاطر اشباه شدن پروتئین و هورمون‌های بدنسازی سکته زد و من حدوداً یک سال و نیم افسردگی مزمن داشتم، در خانه بستری بودم و به قول معروف وزنم رو از دست داده بودم. حال روز خیلی خرابی داشتم و زمانی که من مریض شدم هیچ کدوم از دوستانم به ملاقات من نیومدن، هیچ کدوم از دوستانم سراغ من رو نگرفتن و من هم طرد شدم، چون همه چی رو از دست دادم، با مریضیم، مغازم رو، بدنم رو، ورزشم رو. و خیلی اوضاع پیچیده‌ای بود. من یک دکتر متخصص رشته پرورش اندام در تهران که یکی از دوستانم بود، یک روزی من رو دید و جویای من شد اینکه برای چی باشگاه نمیای. و وقتی من باهاش صحبت کردم، ایشون من رو به یک خانم دکتری در تهران معرفی کرد که روانکاو و روانشناس بالینی بودن و ایشون 5-6 ساعت با من صحبت کردن و گفتن که شما از نظر روحی مردی. اولین واژه این که تو مردی رو از این خانم دکتر شنیدم. پس دو تا کار میتونی انجام بدی، این که بهت دارو بدم یا این که تو رو بفرستم به آسایشگاه کسانی که مشکلات روحی روانی دارن. من وقتی که معرفی نامه رو و نسخه رو گرفتم و بیرون اومدم، واقعا شکستم. واقعا به خداوند گفتم که میدونم که خیلی کارا کردم، میدونم که خیلی گناهان رو انجام دادم که هیچ کس خبر نداره، چون همه ظاهر من رو میدیدن، ولی میدونم که تو میخوای منو مجازات کنی. خواهش میکنم که من رو نجات بده و من رو به آسایشگاه نفرست.
حداقل من رو بکش. راضی بودم که خداوند من رو بکشه ولی به آسایشگاه نرم. چند ماه بعدش یکی از مشتریای من که من مغازه الکتریکی داشتم به من زنگ زد که آقای فلاحتی بیا و منزل من یه سری خردکارای برقی هست که انجام میدیم. و من بعدها فهمیدم که این در برنامه خداوند برای نجات من بود. ایشون خیلی اصرار داشت که الا بلا باید شما باید بیاین. منزل ایشون رفتم و ایشون وقتی به استقبال من اومد، من تا سلام کردم به من گفتن که آقای فلاحتی نبودن که خودشون بیان، چرا شاگردشو فرستاده؟ و من به ایشون گفتم که من خود فلاحتی هستم. و ایشون باور نمی کرد، چون من چشمام ضعیف شده بود، وزنم کم شده بود و کاملاً از نظر فیزیک و از نظر ظاهری تغییر شکل داده بودم. ایشون من رو به خونه دعوت کرد، نشستیم و گفتش که به من توضیح بده که چه اتفاقی برات افتاده. و همین چیزی که بهتون گفتم رو بهش گفتم. از نقشه هام برای دوستانم صحبت کردم، از کینه هام، از عقده هام، از نقشه هایی که میخواستم براشون بکشم، چون خیلی در فشار بودم، خیلی اذیت شده بودم. فهمیده بودم که اونها فقط پول من رو میخواستن، بدن من رو میخواستن، شرایط من رو میخواستن، خود من رو نمیخواستن. و ایشون گفت من یه چیزی میخوام برات بیارم و رفت از اتاقشون یک انجیل بشارتی آورد که اون موقع در ایران این انجیل بشارتی یک انجیل سبز رنگ کوچیک بود که روش هیچ علائمی روش نبود، یعنی یک آدم عادی مثل من نمیفهمید که این انجیل هست. و این رو آورد و به من یک جمله گفت که خیلی رو من تاثیر گذاشت و من رو عصبانی کرد. به من گفتش که تو از نظر روحی مردی و عیسی مسیح خداوند نجات دهنده است و قادره که تو رو زنده بکنه. و من اونجا عصبانی شدم و بهش گفتم که چرا همه به من میگن تو مردی؟ چرا دکتر به من میگه تو مردی؟ شما هم داری به من میگی من مردم. و اونجا شروع کردم بهش باهاش جر و بحث کردن که بعدها برای خودم خیلی عجیب بود این تعصب یا عرق یا تعصب مذهبی در من چطور بیرون ریخت. از اسلام براش صحبت کردم، مسخرش کردم و هرچی بیشتر بهش توهین میکردم این خواهر بیشتر من رو محبت میکرد و فقط یک جمله برای من تکرار میکرد: عیسی مسیح خداونده و تو مردی و تو رو زنده میکنه. و من اون روز خونه این خواهر کار نکردم، ساکم رو برداشتم، اون انجیلم برداشتم. ولی تا بعد از این ملاقات که حدوداً 6 ماه 1 سال طول کشید نخوندمش. 6 ماه طول کشید که من به این خواهر زنگ زدم و گفتم که من نه جرأت خودکشی دارم، نه به قول معروف مشکلم حل شده. و چی به من گفتی؟ من شرایطم بدتر شده، کابوس هام بدتر شده، از نظر روحی روانی بیشتر به هم ریختم و من چی کار باید بکنم؟ و این خواهر به من گفتن که کریسمس هست، کریسمس سال 2002، 1381، بهمن 1381، گفتن که بریم به کلیسای جماعت ربانی در تهران، برنامه کریسمس هست، بیا اونجا و قلبت رو به عیسی مسیح بده. بله، من وارد کلیسا شدم، همه شادی میکردن، واعظ در مورد با تولد مسیح صحبت میکرد و من تو قسمت مجردا رفتم، زانو زدم و به عیسی مسیح به این طور گفتم، گفتم عیسی مسیح، این خانم و این جمع میگن که تو خداوند هستی، من به این باور ندارم، میگن که تو مرده ها رو زنده کردی، من به اینم باور ندارم، ولی از تو یه درخواست دارم، اگر واقعا قدرت داری، اگر خداوند هستی، پسر خدا هستی، یا من رو شفا بده یا من رو بکش. به این طور دعا کردم، اینکه من رو زنده کن، من از نظر روحی روانی مردم. و اون شب اومدم منزل و با این خواهر تا 6 ماه ارتباط نداشتم، با هیچ مسیحی ارتباط نداشتم. ولی از هفته دوم به بعد کابوس های من تمام شد و از نظر روحی روانی خیلی شاد بودم. انگار کسی وارد زندگی من شده بود، انگار کسی من رو فرا میخوند. و بعد از 6 ماه یک اتفاق باعث شد که وارد کلیسا بشم، چون بعد از 6 ماه بچه دایی من که مریض بود، بیمارستان کودکان در تهران این بچه رو به قول معروف پروندهش رو بسته بود، بچه مشکل داشت، مریض بود، دم مرگ بود، به دایی من گفته بودن که این بچه دیگه تا صبح زنده نمیمونه. من اون شب یادمه که در تابستان 1382 بود که من وقتی که این خبر رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، خانواده من خیلی ناراحت شدن و من به اتاق رفتم و به عیسی مسیح گفتم مثل اینکه حال من خوب شده،
و تو میتونی این بچه رو شفا بدی و آرامش رو به خانواده من برگردی. ساعت 11 شب بود که من به اینطور در اتاق دعا کردم و خاله من زنگ زد ساعت 1:30 شب و گفتش که مریم رو میخواستن آماده کنن که به پدر مادرش تحویل بدن، ولی دیدن بچه روی تخت داره بازی میکنه. خانواده من همه خوشحال شدن ولی من ترسیدم. باز به اتاقم رفتم. ساعت 1:30 شب بود و اونجا داشتم فکر میکردم که داشتم باز نگری میکردم به عقب تو این 6 ماه که 6 ماه کسی وارد زندگی من شده، حال من خوب شده و زندگی من از این رو به اون رو شده و حالا الان ازش چیزی رو خواستم و سریع اتفاق افتاده و این کیه؟ و اونجا بود که ملاقاتی اتفاق افتاد، این یک واقعه مصور بود، خیلی حقیقی، با گوشت و پوست و استخون میتونستم درکش کنم که عیسی مسیح هست که وارد زندگیم شده. و اونجا فهمیدم که این ملاقات از سمت خداونده، این یک دعوته برای اینکه من باید به جایی برم و بفهمم که عیسی مسیح کیه. من در اون لحظه تازه باور کردم و ایمان آوردم که عیسی مسیح خداوند من رو در طرفت العینی، همونجوری که کلام میگه، من رو از موت به حیات وارد کرده، من رو نجات داده. و خیلی جالبه که در اون زمانی که به اینجور مسائل داشتم فکر میکردم، جواب 4 سوالی که از سن نوجوانی 15 سالگی به قول معروف بهش فکر میکردم رو گرفتم. من برای چی به دنیا آمدم؟ چرا این همه درد و مرض وجود داره؟ راه حل رهایی از این درد و مرضها چی هست؟ و اینکه عاقبت من بعد از مرگ چه خواهد شد؟ جواب یک جمله بود: عیسی مسیح خداوند. از اون سالی که ملاقات شدم حدوداً 20-22 سال میگذره و هنوزم انتها نداره، تهش بسته نیست. هر چقدر که بیشتر رشد میکنه، یک شخصی که به مسیح ایمان میاره تازه وارد عمقهای جدیدی میشه، از نظر روحانی، از نظر جسمانی، از نظر زندگی که با مسیح شروع میکنه. به نظر من معتقد هستم که به یک جا ختم نمیشه، انتها نداره. مسیح ابدی و ازلی و بدون انتها.